همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک. آقای محمدی خوش آمدید. حکومت تنها کاری که کرده در این یک سال بازداشت و سرکوب بوده، حتی تلاش نکرده که یه مشکل از پیش پای مردم سیستان و بلوچستان برداره که حداقل نشان بده، تظاهر کنه که صدای اونها رو شنیده. فکر میکنید که اساساً سرانجام این رفتار چه خواهد بود با مردمی که 40 سال در تحت فشار و ستم بودند؟ خب این نتیجهش وضعیت فلاکتبار جامعه هست، بالاخص اقشاری که ضعیفتر هستند مثل کودکان. هنگامی که اینها کودکان رو بازداشت میکنند، در واقع یک صدمه روحی شدیدی رو از دوره کودکی به اینها وارد میکنند که بسیار جبرانش در آینده دشوار هست. اقشاری که تحت ظلم حکومت هستند، اینها خیلی دشوار می توانند این شرایط رو پشت سر بگذارند، حتی اگر جمهوری اسلامی در کار نباشه. اینها صدمات دراز مدت بر مردم وارد می کنند. بنا به آمارهایی که سازمانهای حقوق بشری دادن، در یک سال میلادی اخیر بیش از 200 کودک در ایران بازداشت شدند. اینها رو بگذارید در کنار هزاران نفر دیگری که در سال گذشته بازداشت شدند و این بازداشت ها متاسفانه همچنان ادامه داره. یک مولوی رو به خاطر اینکه یک سخن حقی رو بر زبان آورده و شرایط امروز رو با وضعیت غزه مقایسه کرده، دو مرتبه بازداشت کردن. امکان در واقع اعتراض به ظلم هم، اعتراض به آنچه که مردم ظلم میپندارند هم در ایران فراهم نیست. تمام صداها رو اینها خفه میکنن. متاسفانه در نتیجه این اعمال نه فقط به اقشار ضعیف صدمه بیشتری وارد میشه مثل مردم سیستان و بلوچستان، بلکه حکومت هر روز قلدر معابتر، هر روز فاسدتر و هر روز ناکارآمدتر میشه. ما این روند رو در 44 سال گذشته کاملا شاهد بودیم. آیه محمدی، خیلی حکومت تلاش کرد که تا این یک سال مسئله رو مسئله مثلا شیعه و سنی جلوه بده یا مسائل قومیتی جلوه بده، ولی شاهد هستیم که توجه ها به مولوی عبدالحمید حتی از سوی کسانی که در مناطق سنی نشین هم زندگی نمی کنند و احتمالا شیعه هستند هم وجود داره و فرقی نمی کنه. چرا به نظر شما حکومت موفق نبود در این حربه؟ مولوی عبدالحمید به تدریج به یک رهبر ملی تبدیل شد، کاملا فراتر رفت از مسائل قومی، خواستهای قومی، خواستهای مذهبی، خواستهای محلی و منطقه‌ای. سخنانی که عبدالحمید به زبان میاره سخنان کاملا میان روانه، سخنانی است که مردم به راحتی اونها رو درک میکنن. مثلا در مورد همین بازداشت های هفته اخیر، سخن ایشون این هست که حکومت با وارد کردن نیروهای خودش در میان جمعیت، تحریک جمعیت و همچنین بازداشت جوانانی که در هفته های کاملا سکوت دارن، با سکوت خودشون اعتراض میکنن، به جو تشنج دامن میزنه. هیچ حکومتی چنین رفتارهایی رو نشون نمیده. اونها حکومت، حتی حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های دیکتاتوری، در دوره‌هایی، در مناطقی، در زمان‌هایی که مردم به دنبال ایجاد تشنج نیستند، پرهیز میکنن از این گونه اقدامات. جمهوری اسلامی تحریک میکنه، جمهوری اسلامی شرایط رو امنیتی میکنه برای سرکوب بیشتر. آقای عبدالحمید در طول یک سال گذشته کاملا بر فراز رفتارهای حکومت، یعنی خیلی بزرگوارانه در بالای داستان ایستاده و همچنان صحبتهایی که میکنه در جهت کمبود تنش، کمبود کاهش تنش و کاهش خشونت بوده.